نخست سرخط خبرها. برگزاری برنامه کتابخوانی در هرات به منظور تشویق کودکان به مطالعه. این برنامه باعث میشه که اطفال بیشتر تشویق بشن به مطالعه و کتاب بیشتر بخوانن و زمینه مساعد شه برای کتابخوانی از اینا. بازگشت اجباری بیش از 1000 کودک از شهرهای مرزی ایران به هرات. رهایی 13 نفر از قید طالبان در فرح. توقف مذاکرات طالبان و آمریکا از سوی دونالد ترامپ پس از 9 دور مذاکره. و اینکه روسیه و اوکراین 70 زندانی خود را تبادله کردند. در گام بعدی ما روی بازگرداندن تمام زندانیان اقدام خواهیم کرد و این اقدام پایان جنگ را ممکن می سازد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این سطح تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. احمد جاوید نادم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات اعلام کرد که در سال جاری 1347 کودک پناهجو که به صورت غیرقانونی وارد مرزهای ایران شدند از سوی نیروی انتظامی این کشور بازداشت و به افغانستان بازگردانده شدند. به گفته آقای نادم این کودکان پس از شناسایی و تشخیص هویت و همچنین شناسایی محل زندگی به خانواده‌هایشان تحویل داده می‌شوند. وی در ادامه تاکید کرد که ریاست امور اجتماعی اداره تجهیزات درمانی لازم برای درمان و رسیدگی به این کودکان را پس از بازگشت در اختیار دارد. محفلی تحت نام مطالعه کتاب برای کودکان امروز در هرات برگزار شد. این محفل به منظور تشویق کودکان بی سرپرست به فرهنگ مطالعه کتاب و همچنان نهادینه ساختن این فرهنگ در میان کودکان برگزار شده است. کتاب بیاور دل ببر شعاری است که سلوحه این محفل قرار گرفته. ریاست کار و امور اجتماعی هرات امروز به مناسبت هفته شهید و همچنان فرا رسیدن ایام محرم محفلی را در اینجا ترتیب داده است. هدف از برگزاری این مراسم تشویق کودکان بی سرپرست به فرهنگ مطالعه و افزایش سطح آگاهی این قشر عنوان شده است. ما خواستیم که محفل با اطفال نازنین یتیمی که در پرورشگاه ها داریم تحت نام کتابخوانی و تشویق اطفال به کتاب خواندن ایره برگزار نماییم و هر یکی از مهمانای که اینجا دعوت کردیم از اونا خواستیم تا با عنوان کارت ورودی یک جلد کتاب بر اینجا با خود بیاورن و خواستیم یک کتابخانه برای اطفال پرورشگاه انشاءالله تأسیس کنیم. در این برنامه طوری که گفته می شود کودکان بی سرپرست و بی بضاعت شامل هستند. در این حال برخی مدیران پرورشگاه ها به این باورند که راه اندازی این گونه برنامه ها می تواند برای فراهم نمودن زمینه مطالعه و کتابخوانی کودکان در امر بلند بردن سطح آموزشی آنها مؤثر واقع شود. این برنامه باعث میشه که اطفال بیشتر تشویق بشن به مطالعه و کتاب بیشتر بخوانن و زمینه مساعد شه برای کتابخوانی از اینا و موضوعات معلومات اینا زیاد بشه در بخش تعلیمی و تربیتی. از سوی هم فعالان حقوق بشر با آنکه نگران افزایش کودکان بی سرپرست در شهر هستند باز هم از برگزاری این گونه مراسم ها ابراز خرسندی می کنند. آنان همچنان در راستای توجه بیشتر به این کودکان در عرصه های مختلف تاکید دارند. متاسفانه امروز در هرات ما تعداد زیاد اطفال هستند که اینا در روی سرک کار میکنند، اطفال هستند که از فامیلای معتاد هستند و اطفال هستند که واقعا نیاز دارند که به اونا رسیدگی بشه که متاسفانه خود تشکیلی که ریاست کار داره در او حد نیست که به این تعداد رسیدگی بشه. ایسای اخیری که مثلا ریاست کار و همکاری دفتر یونسف انجام داده در حدود 8900 طفل اطفال هستند که اینا از مجبوریت در روی بازار کار میکنن و انواع خشونت ها روزانه بر از اینا اعمال میشه. در حاشیه این برنامه گفته شده است که قرار است یک کتابخانه با گنجایش بیش از 200 جلد کتاب برای کودکان بی سرپرست ایجاد شود.
در این حال کودکان نیز از برگزاری این مراسم و ایجاد کتابخانه خوشحال هستند. این کودکان میگن ایجاد این چنین برنامه‌ها برای افزایش سطح آگاهی آنها مفید خواهد بود. با تأسیس کتابخانه کاست ما همه مردم میفهمیم که مطالعه یکی از پایه‌های زندگی انسان، هر انسان با مطالعه میتونه راه‌های خوب بیاندیشه. با تأسیس کتابخانه میتونیم همیشه مطالعه نماییم و راه‌های خوب و بعد با هم تفکیک نماییم. من خیلی خوشم که بریم کتاب اولین کتابخانه که همیشه برای پسران فقط اتاق سرند معلمانه. خیلی خوش میشم به کتاب هم خیلی علاقه دارم که درس به کتاب خونم ذهنم روشنش خیلی علاقه دارم. این برنامه در حالی در هرات برگزار می شود که چندی پیش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما اعلام کرده بود که در حال حاضر بیش از 8900 کودک کار در این ولایت مشغول انجام کارهای مختلف هستند. در آخرین روز رقابت‌های ملی والیبال بانوان افغانستان، تیم هلال احمر و تیم بانوان هرات به مسافه هم رفتند و در نهایت تیم هلال احمر با نتیجه قاطعانه 3-0 بانوان هرات را از رسیدن به عنوان قهرمانی کنار زد. در این دور از رقابت‌ها تیم‌های ولایتی والیبال هرات، فراه، دایکندی، غزنی و بلخ اشتراک کرده بودند. علاوه بر این تیم‌های هلال احمر، شهرداری صلح، امید داله و راحل سبز نیز حضور داشتند که در نهایت هلال احمر مقام اول، بانوان هرات مقام دوم و تیم صلح نیز مقام سوم را از آن خود کردند. پلیس هرات از انفجار یک ماین جاسازی شده جلوگیری کرد. فرماندهی پلیس هرات از خنثی‌سازی یک حلقه ماین کارگزاری شده که پیکارجویان طالب در ولسوالی کهسان این ولایت خبر داد. به گفته این فرماندهی، این ماین با هدف آماج قرار دادن نیروهای امنیتی کارگزاری شده بود که نیروهای پلیس آن را شناسایی و خنثی کردند. مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات، در گفتگویی اعلام کرده که در 10 روز اخیر تلاش‌های زیادی برای پاکسازی مناطق شمالی این ولایت از وجود مخالفان مسلح صورت گرفته، اما این تلاش‌ها همچنان باید افزایش یابد. در عین حال عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، نیز در این خصوص گفته است عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی ادامه دارد و برای تامین امنیت مردم در روز انتخابات نیز تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده است. عبدالعزیز بیک، رئیس شورای ولایتی بادغیس، در گفتگویی اعلام کرده است که وضعیت امنیتی در بادغیس بهبود یافته و آرامش نسبی در این ولایت حکم فرماست. به گفته رئیس شورای ولایتی، رئیس جمهور غنی در جلسه‌ای که 2 روز پیش با مقام‌های امنیتی بادغیس داشته، با آنان وعده تامین امنیت بیشتر را داده است. در این حال نجم الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس، تاکید کرده است که نیروهای دولتی کنترل این ولایت را در دست گرفتند و شکست‌های سنگینی متوجه نیروهای مخالف دولت شده است. مقام های امنیتی ولایت فراه از آزادسازی 13 نفر که در زندان پیکارجویان طالب در این ولایت گرفتار شده بودند خبر دادند. محب‌الله محب، سخنگوی پلیس فراه، در گفتگویی که روز گذشته صورت پذیرفت، این خبر را منتشر کرده و افزود این زندانیان در ولسوالی بکواه این ولایت در بند قرار داشتند که نیروهای عملیاتی آنان را زنده نجات دادند. این در حالی است که ولسوالی فراه در این روزها گواه تبادل آتش میان پیکارجویان طالب و نیروهای دولتی است. وضعیت امنیتی در آن نامساعد است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات صلح با پیکارجویان طالب را لغو کرد. آقای ترامپ روز گذشته در حساب توییترش نوشته که این مذاکرات به دلیل حمله اخیر پیکارجویان طالب در کابل لغو شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و پیکارجویان طالب را متوقف کرد. آقای ترامپ شب گذشته در توییتی گفته است که او علاوه بر متوقف کردن این مذاکرات، دیدار امروزش را
با رئیس جمهور غنی و رهبران پیکارجویان طالب در کمپ دیوید را نیز لغو کرده است. همزمان با این، رئیس جمهور غنی نیز در واکنش به لغو این دیدار در بیانیه‌ای اعلام کرده صلح واقعی تنها زمانی با پیکارجویان طالب به دست می آید که آنان خشونت‌ها را متوقف کرده و حاضر باشند با حکومت افغانستان مذاکره کنند. رئیس جمهور آمریکا دلیل متوقف کردن مذاکرات و لغو این دیدارها را کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 نفر دیگر در حمله اخیر این گروه در کابل عنوان کرده است. این حمله سه روز پیش با استفاده از یک دستگاه موتر بمب گذاری شده در حوزه نهم امنیتی شهر کابل رخ داده بود. بر اساس گزارش وزارت امور داخله در این حمله ده غیر نظامی کشته و 42 نفر دیگر زخمی شدند. بانک پیکارجویان طالب مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما گفتند که در این حمله یک کاروان نیروهای خارجی و ریاست 40 امنیت ملی را هدف قرار دادند. در همین حال آقای ترامپ دلیل وقوع این حمله را تقویت موقف این گروه در مذاکرات صلح خوانده و تأکید کرده است که با انجام این گونه حملات موقف این گروه بدتر می شود. او گفته است که اگر پیکارجویان طالب نتوانند در جریان مذاکرات صلح به آتش بس توافق کنند، هیچ گاهی قدرت مذاکره معنادار را نمییابند. این در حالی است که روز گذشته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته بود بانک کشورش تلاش دارد به یک توافق سیاسی با پیکارجویان طالب دست یابد، ولی این تلاش ها به این معنی نیست که آمریکا به هر نوع معامله با این گروه تن خواهد داد. در پی تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر توقف گفتگوهای آمریکا با پیکارجویان طالب، این گروه اعلام کرده است که متوقف شدن مذاکرات بیانگر تزلزل آمریکا در تعامل سیاسی است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی پیکارجویان طالب به نشر رسیده، آمده از توقف مذاکرات به اعتبار آمریکا را صدمه می‌زند. به نقل از اعلامیه، تصمیم توقف مذاکرات میان آمریکا و پیکارجویان طالب از سوی ترامپ آنی گرفته شده، در حالی که دو طرف تا روز گذشته از جریان مذاکرات و توافق نامه این مذاکرات کاملا راضی بودند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به لغو مذاکرات صلح میان آمریکا و پیکارجویان طالب خطاب به نامزدان انتخاباتی گفته است که برابری برگزاری انتخابات آماده است. آقای دانش که در یک مراسم در کابل سخنرانی میکرد، تاکید کرد که دولت افغانستان ماهاست فریاد بی‌اعتمادی به پیکارجویان طالب سر می‌دهد و می‌گوید که این گروه پیشرفت در مذاکرات را پیروزی خود می‌داند. وی در پایان گفته‌های خود از مردم افغانستان نیز درخواست کرد تا به صورت باشکوه پای صندوق‌های رأی حضور به هم برسانند. سفارت افغانستان در پاکستان با انتشار اعلامیه‌ای از برگزاری نشست سه‌جانبه به پاکستان و چین در سطح وزارت خارجه خبر داده است. گفته شده که این نشست از روز گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده است. در اعلامیه سفارت افغانستان آمده که این نشست با حضور صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، وانگی، وزیر امور خارجه چین و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان برگزار شده است. گفتنی است در این نشست سه‌جانبه روند صلح در افغانستان، مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی و همکاری‌های مشترک اقتصادی محور گفتگوی این وزیر خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که مواد حساس انتخاباتی تنها به ولایت‌های غربی و جنوب غربی انتقال یافته است. مسئولان در این کمیسیون گفته‌اند که به دلیل وجود ناامنی در ولایت بغلان، مواد انتخاباتی به ولایت‌های شمالی کشور منتقل نشده است. این مواد شامل اوراق رایدهی، دستگاه‌های بایومتریک و فهرست رایدهندگان است که طبق برنامه‌ریزی کمیسیون باید تا کنون نزدیک به 17000 صندوق به ولایت‌ها منتقل می‌شد، اما تنها 7000 آن منتقل شده است. و
مسئولان نهادهای انتخاباتی در بخ اعلام کردند که به دلیل وجود تهدیدات امنیتی در شماری از ولسوالی های این ولایت احتمال می رود که 115 مرکز ثبت رأی این ولایت در روز انتخابات غیر فعال باشند. محمد ایوب بیانی رئیس نهاد انتخاباتی ولایت بخ تاکید کرده است که وضعیت امنیتی در 8 ولسوالی این ولایت نامساعد است و به همین دلیل هزاران نفر از ثبت رأی در روز انتخابات محروم خواهند بود. وی همچنین تصریح کرد که به دلیل مسدود بودن راه مزار شریف، کابل مواد حساس انتخاباتی به این ولایت نرسیده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است دست کم 132 پیکارجوی طالب در جریان عملیات و حملات نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته از پای درآمدند. وزارت دفاع با انتشار خبرنامه‌ای در شبانه روز گذشته 15 حمله تهاجمی، 88 مورد و وظایف ویژه کماندویی و 24 حمله هوایی علیه پناهگاه‌های این گروه در مناطق مختلف کشور را تایید کرده است. پیکارجویان طالب در جریان روزهای گذشته به چندین شهر بزرگ افغانستان حمله کرده و باعث افزایش خشونت و درگیری در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها شدند. اعضای شورای ولایتی قندوز از سقوط کامل ولسوالی دشترچی این ولایت خبر داده و گفتند که در حال حاضر این ولسوالی در کنترل پیکارجویان طالب قرار دارد. در عین حال انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز سقوط دشت ارچی را تایید کرده و گفته است که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به ولسوالی خواجه قار ولایت تخار عقب نشینی کردند. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با خبرهای خارجی با شما خواهیم بود. ادامه خبرها خوش آمدید. اوکراین و روسیه دیروز در مجموع 70 زندانی را مبادله کردند. این اقدام روسیه و اوکراین با استقبال شماری از کشورها روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبادله زندانیان را گامی بزرگ در راستای صلح بین اوکراین و روسیه توصیف کرده است. 70 زندانی میان روسیه و اوکراین دیروز مبادله شدند. از میان 35 زندانی آزاد شده اوکراینی، 24 نفر آنان دریانوردانی هستند که سال گذشته از سوی روسیه در تنگه کرچ در دریاچه آزوف دستگیر شده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از 35 اوکراینی در میدان هوایی بین المللی بوریسپل این کشور با گرمی پذیرایی کرد. زلنسکی گفت: در گام بعدی ما روی بازگرداندن تمام زندانیان اقدام خواهیم کرد و این اقدام پایان جنگ را ممکن می سازد. اوله سینتوف، فیلمساز منتقد، هم در میان اوکراینی های آزاد شده است. او به دنبال اشغال کریمیه توسط روسیه به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی بازداشت شده بود. سینتوف دیروز پس از رسیدن به میدان هوایی بروسپل به خبرنگاران گفت امیدوار است که تمام زندانیان اوکراینی به زودی آزاد شوند، اما با وجود رهایی آخرین زندانی تنش روسیه و اوکراین پایان نخواهد یافت. تبادله زندانیان میان دو کشوری که از سال 2014 به این سو به دنبال الحاق شدن کریمیه به خاک روسیه با هم در تنش بوده مورد استقبال بین المللی قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین را خبری خوب دانسته و به هر دو طرف مبارکباد گفته است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین را نشانه ای امیدوار کننده خوانده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کنار استقبال از این اقدام از هر دو طرف خواسته است که این روند را تقویت بخشند. فرانسه گفته است که مبادله زندانیان نشان داد که اعتماد بین دو کشور افزایش یافته و دو طرف برای از سرگیری گفتگوها اراده دارند. پژوهشگران آمریکایی رباتی به اندازه یک سوسک ساختند که زیر فشار پای انسان از بین نمی رود و روند کارش را ادامه می دهد. سازندگان این ربات گفتند که این ربات در صنعت استفاده خواهد شد و کمکی بزرگ برای انسان ها انجام خواهد داد. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا یک ربات جدید ساختند که می تواند نزدیک با سرعت یک سوسک روی زمین حرکت کند. نمونه های این ربات کوچک و با دوام می توانند در ماموریت های جستجو و نجات کارایی بسیار داشته باشند. بیشتر ربات هایی که در این اندازه ساخته می شوند معمولا بسیار شکننده هستند و اگر ناگهان به جای برخورد کنند و یا زیر پا شوند آسیب می بینند. اما این ربات جدید به قدر مستحکم است که اگر روی آن پا گذاشته شود و یا برخورد با چیزی داشته باشد باز هم می تواند عملکرد خود را به گونه درست انجام دهد. نخستین نمونه ارائه شده از این ربات نزدیک به 3 سانتی متر است و 0.07 گرم وزن دارد. مواد به کار رفته در ساخت این ربات بسیار منحصر به فرد هستند و در صورت مواجه شدن با الکتریسیته قابلیت انبساط و انقباض دارند. هنگامی که الکتریسیته در این ربات به کار رود، بدن آن منبسط و منقبض می شود و به سرعت حرکت می کند. در جریان این حرکت، پای جلوی ربات به سطح زمین ضربه می زند و به آن در جلو رفتن کمک می کند. ربات یاد شده در این حالت می تواند با سرعتی نزدیک به 9 سانتی متر در ثانیه حرکت کند و همچنین می تواند باری معادل 6 برابر وزن خود را حمل کند و آن را با موفقیت به مقصد برساند. این ربات به یک سیم باریک حامل ولتاژ الکتریکی مجهز است که نوساناتی را پدید می آورد و به حرکت ربات کمک می کند. پژوهشگران با افزودن یک باتری به ربات توانستند به حرکت آن کمک کنند. آنها قصد دارند حسگرهای نیز به ربات اضافه کنند تا قابلیت های آن را افزایش دهند و بدین ترتیب ربات بتواند از موانع عبور کند. اگرچه برای اطمینان از دقت ربات در جهتیابی و حرکت باید آزمایش های بیشتر صورت گیرد، اما پژوهشگران باور دارند که می توانند به زودی این ربات را به صنعت وارد کنند و شاید بتوانند از آن در بازرسی لوله ها یا فاضلاب ها استفاده کنند. و در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط خبرها. برگزاری برنامه کتابخوانی در هرات به منظور تشویق کودکان به مطالعه. این برنامه باعث میشه که اطفال بیشتر تشویق بشن به مطالعه و کتاب بیشتر بخوانن و زمینه مساعد شه برای کتابخوانی از اینا. بازگشت اجباری بیش از 1000 کودک از شهرهای مرزی ایران به هرات. رهایی 13 نفر از قید طالبان در فرح. توقف مذاکرات طالبان و آمریکا از سوی دونالد ترامپ پس از 9 دور مذاکره. و اینکه روسیه و اوکراین 70 زندانی خود را تبادله کردند. در گام بعدی ما روی بازگرداندن تمام زندانیان اقدام خواهیم کرد و این اقدام پایان جنگ را ممکن می سازد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتون شد. شما می توانید هر روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکا دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید شما می توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکا برنامه های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکاد را همراهی نموده اید سپاسگزارم. ایام به کامتان بدرود.